احسان نادرپور روزنامه نگار از استانبول همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای نادرپور. دانشگاه امروز هم صحنه اعتراضات دانشجویان بود. اهمیت، نقش و جایگاه دانشگاه ها رو در اعتراضات اخیر چطور میبینی؟ دانشگاه ها و مدارس توی این روزایی که گذشته نشون دادن که یک سری نهادهایی هستن که چون تجمع در اونها شکل میگیره با یک هدفی، حالا جدا از اون هدف مشترک اعتراض علیه جمهوری اسلامی، یک سری اهداف مشترک دیگه ای دارن که اونها رو به هم دیگه متصل میکنه. در نتیجه یک سازمان یافتگی درون خودشون وجود داره و این سازمان یافتگی باعث شده که برخلاف جاهای دیگه، ما تو خیابون وقتی میبینیم مردم تجمع میکنن باشون برخورد میشه و پیش از اینکه اون جمعه شکل بگیره اونها سرکوب میشن، ولی در دانشگاه این شرایط مهیا هست. در استادیوم های ورزشی هم میتونست این اتفاق بیفته که خب حاکمیت جلوشون گرفته، فعلا بدون تماشاگر داره بازی برگزار میشه، ولی دانشگاه به دلیل اون سازمان یافتگی که درون اون نهاد وجود داره تونسته فعلا این اعتراضات رو چراغش رو روشن نگه داره و دانشجوها هر روز این روزهایی که گذشت، این بیش از 6 هفته ای که گذشته رو تونستن که اعتراض رو داشته باشن در دانشگاه ها و چشم امید مردم هر روز صبح که بیدار میشن به دانشگاه هستش و میبینن این خبرهای خیزش سراسری دانشجوها در دانشگاه هاشون رو و حاکمیت هم تا الان نتونسته کاری از پیش ببره و این اعتراض ها با وجود سرکوب فراوان، با وجود ممنوع ورود شدن بعضی دانشجوها، با وجود کمیته های انضباطی و بازداشت دانشجوها کماکان ادامه داره. به بازداشت، سرکوب، کمیته های انضباطی اشاره کردی. در دانشگاه شریف امروز هم باز ما شاهد این بودیم که دانشجویان مورد ضرب و جرح قرار دادن. چرا علارغم اینکه شما هم اشاره کردید موفق نبودن، باز دارن این سناریوی تکراری رو، این سرکوب دانشجویان رو بهش ادامه میدن، دست از اون بر نمیدارن؟ چون روش دیگه جمهوری اسلامی بلد نیست برای اینکه برخورد کنه با دانشجوها، برای اینکه صدای اعتراض رو بشنوه. بیش از 40 سال یه همچین روش رو داره ادامه میده. ما میبینیم وقتی میان صحبت از گفتگو میکنن، این گفتگو فقط در کلامه، یعنی تریبون آزاد تشکیل دادن در دانشگاه تهران، در دانشگاه شریف، و روز گذشته وقتی این تریبون آزاد برگزار شد و یکی از دانشجو محمد مولانوری از رئیس دانشگاه و سرکوب دانشجوها و مردم انتقاد کرد، ما میبینیم که امروز ممنوع ورود میشه به دانشگاه و نهایتاً توسط پلیس بازداشت میشه. و خب وقتی تا الان جمهوری اسلامی راهی غیر از سرکوب نداشته، طبیعی هستش که فعلا همین راه ادامه بده و مردم هم پافشاری کنن روی اعتراضشون. سپاس از شما احسان نادرپور، روزنامه‌نگار که از استانبول همراه برنامه بودید.